من تو این سن و سال یه زانو تو تاله نمیندازم که بخوام بکشمش. اشتباه میکنی. ساکت. تو حرف زدی، من گوش کردم. الان تو باید گوش کنی. از عروسام و خانوادم فاصله میگیری، وگرنه اول شوهر تو که پشتته گیر میارم، بعدش تو رو. شنیدی دیگه؟ تمومش میکنی، وگرنه دفعه بعد که به هم برخوردیم نمیگم زنی. و اگه چیزی از زنونگیم برام مونده بود که الان از حرفات به خودم میلرزیدم. حساب همه چی تسبیه میشه. خونه پسرم که روی زمین ریخته، حسابش باید با خون بهاش صاف بشه. از چه خون بهایی حرف میزنی؟ هرچی میخوای رو کپوس کنده بگو. قصاص در برابر قصاص. در ازای جونه از دست رفته پسرم ازت یه جون میخوام. اون موقع قضیه تموم میشه. آقا لطیف، چه خبره؟ که چه خبره ها؟ مرتی که بعدن حساب تو یکیو میرسم. تو دخالت نکن کایو، ولش کن. مگه میشه آخه زن منو برده سر قرار با شوهر سابقش؟ آفرین فرید، آفرین. یه بارم غافل گیرم کن، یه بار واسه پوشوندن خطات بقیه رو مقصر ندون. آخه تو کی قراره به منم حق بدی سیران؟ جواب بده، بگو کی به من حق میدی؟ وقتی که تو رو دزدیدن؟ وقتی که خواستن منو بکشن سیران؟ پس کی به من حق میدی؟ فرید چی شده؟ چرا داد میزنی؟ چرا عصبانی؟ حال دختره رو نمیبینی؟ من که صفت رو تعقیب میکردم، حدس بزن به کی برخوردم؟ تاریک و سیران. وایسه هنوز تمام نشده. آقا لطیف، اون مرتیکهی که به من شلیک کرد از زندان آزاد شده. ما نباید زودتر از این قضیه خبردار می شدیم؟ آقا فرید محاله، اگه اینطور بود من یا ایفاکات خانوم مطلع می شدیم. آره دقیقا درسته، اگه زنموم تو امارت بود زود می فهمید. پس معلومه بدون اون یه مش به درد نخورین. حالا اصلا این به کنار، تو کی هستی که به من دروغ میگی؟ تو کی هستی؟ من بهت اعتماد کردم، آخه چطور زن منو تنها فرستادی بیرون؟ می تونیم بهش بگین آقا لطیف. اصلا نمیرم بیمارستان، پشیمون شدم.